با عرض سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست گرامی آقای سعید بهبهانی واقعا به همتشون که الانم من گوش میکردم بایستی آفرین گفت و یک تنه این یک صدای میهنه و بایستی همتی کرد و به هر حال این صدا صدای میهن رو نتونن خاموش کنن من در سخنرانی قبلی و یکی دو سخنرانی قبلی یک اشتباه همیشه مرجوعه و انسان هم جای زلخت هست سری میخوندم جملاتی رو دیدم که به نادرست بیان شده در مورد منشأ سلطنت در ایران که تجوری شاه از شیخ بلند شده یعنی مخشاهان و شمنشاهان در ایلام تبدیل به به دلیل اینکه جنگ اول فصلی بود دائمی شد شغل دفاع شهر از معبد درون معبد به یه اد اختصاص داد که شدن لاماشاهان به قول ایلامی ها یا به ترجمه ایرج اسکندری ای شمنشاهان و آخون شاهان در واقع بعدن که جنگ دائمی شد به صورت شاهان دائمی در اومدن ولی مشروعیت رو همیشه از مذهب میگرفتن شاه در واقع بازوی نظامی دین بود من اونجا گفتم به خطا که 4850 سال قبل از میلاد البته بعد تحصیل شد در حالی که 485 سال پیش یعنی 2850 قبل از میلاد بنوشته امیدوارم عزیزان یه زمانی به پاریس تشریف آوردن در موزه لور میتونن ببینن و آقای بهبهانی هم اگه یه بار دیگه تشریف آوردن که من بودم حتما فانوس کشیشون رو میکنم و نشون میدم اینو که در 2850 قبل از میلاد این شهر دولت های ایلامی درست میشه که یک پادشاهی به نام پوزور که خود رو به نوشته آقای شهمیرزادی به درستی اولین دولت فدرال یعنی شاهنشاهی رو تشکیل میده و خود را شاهنشاه مینامه هر شاهی مردم خودش رو اداره میکرد شاه شاهان هم مردم خودش رو که اهل شوش بود اداره میکرد و هم اون شاه ها رو اداره میکرد برای دفاع عمومی و در 2100 قبل از میلاد یعنی 4100 سال پیش مجسمه خودش خانومش و کتیبهش در موزه لوور دومین خطا هم به نظرم یه بار دیگه میخونم که اون شعر ادیب الممالک فراهانی رو گفتم که به جای اینکه خطهای جام مهری رو بگم گفتم جام مهری هفت خط درسته در شعر گفته اونجور گفته اونم تدایی شده ولی جام مهری هر در... کس در هر درجه این به اصطلاح قرار می گرفت تا اونجا حق داشت شراب و پر کنه هفت خط داشت جام جمشیدی هر یکی در صفا چو آینه جور و بغداد و بعد از اسلام این خراباتی ها گذاشتن که بصره و ارزق اشک و کاسگر و فرودینه به هر حال اسم در گفتم در جلسه قبل بود این مال سه جلسه قبل بود در جلسه قبل هم گفتم که به جای برحمانان که گفتم که احسان تبری حرف درستی نمیزنه که اون یکی از علله ولی علت اصلی نیست که در ایران قبل از اسلام چون هیچ کشف و چیزی وجود نداره سیستم کاسته طبقاتی میخواد توجیه کنه اگه سیستم کاسته هنوزم در هند سیستم کاست هست چرا برهمنان تونستن صفر و حساب و سینوس و کوسینوس رو کشف کنن و به قولی نوشتن که 800 قبل از میلاد گرامر برای زبان سانسکریت نوشتن از اصول و فروع کافی صحبت کردم که نویسنده کلینی مشهور ایرانی هم هست اهل ری شیخ ابو جعفر محمد ابن یعقوب ابن اسحاق رازی معروف به شیخ کلینی سغت الاسلام کلینی در 249 چهل و متولد شده به و بین 800 و 64 تا 941 به اصطلاح چیز شده و در 328 یا 329 مورد وفات یافته به قول آخوند وفات صرف کرده بله اصول کافی یکی از کتاب های چهارگانه است درست اونجوری که اون در بخش به اصطلاح ها اشاره کردم که شش تا صحیح نوشتن تا اسرائیلیات رو به خصوص علمای تسنن با نزول آیات بسیار با اهمیت تر از این کتاب های چارگانشی هست. صحیح بخاری بود صحیح مسلم بود مسلم نیشابوری سنن ابن ماجه است سنن نسایی سنن ابن داوود سنن ترمزیه شیعه این چهار کتابو داره که در واقع کتاب های اصلی هن. چون اسم ستاش و محمده با لفاظی یعنی با بازی با الفاظ آخونده محمدین سلاسه, سلاسه اول میگن اسم گذاشتن که کلینی چقدر حدیث نقل کرده صد و شست و یک هزار ببخشید شونزده هزار و صد و نود و نه تا البته در بین اینا برای اینکه چشم درست کنه گفتم ابرو رو درست کنه چشم کور کرده گفته قرآن محرفه برای اینکه اون چیزای آیات منصوب به علی ابن عبی طالب که جعلی بخ... بگنجونه پس بخ... اصلا سراپا دروغه صحیفه فاطمه نوشتن که وحی می شده به فاطمه زهرا علی ابن عبی طالب همونو می نوشته پس فاطمه پیغمبره به گلشیه دومین کتاب من لا یحضر فقیه در بخش فلسفه راجع به زکریای رازی یه بارم خلاصه اشاره کردم رازی یک کتاب داره به نام من لا یحضر طبیب اون که طبیب سر جا بالینش نیست طب بالینی رو زکریای رازی بنیانگذار طب بالینیه که مریض نمیره این آخوندم ورداشته کسی که فقیه بالای سرش حاضر نیست در واقع رساله عملی ریشش به اینجا میرسه که 381 مرده من تاریخ مرگش تولد و چیز ولش کنم بعد این شیخ صدوق که همون من لا یحضر فقیه همون ابن بابوه تهرانه شابدالعظیم قومی هم هست شیخ صدوق معروفه بعد این هم دومیه دو تای بقیه رو یه آخون نوشته شیخ توسیه تحذیب الاحکام و الاستبسار استبسار میگن در ایران فیما اختلف اخ... اخ... من الاخبار اون که در اخباره اینها در واقع خواستن که یه مقدار کاری رو که سنی ها انجام داده بودن انجام بدن علاوه بر این کتاب ها کتاب های دیگری هم بسیار با اهمیت در شیعه وجود دارند. از جمله دفعه قبل هم اشاره کردم تفسیره علامه هلیه که به قول یک فقیه متفلسف اکثریت مشتهدین شیعه رساله در رساله های عملی خود مقلدان علامه هلی و کپی کنندگان تفسیر او هستند یه ذره این ور ور و نیز که کتابیه که همه این آخوندهایی که اون دور ما بودیم جم باس میگفتن جامعه عباسیه که در مدارس طالبیه تدریس میشد و این بگم که صد و حدود سی و شیش صفحه شو خود اخباهای دین عاملی اهل جبل عامل بوده پدرش خودش هم خب فارسی بچگی یاد گرفته بود خوب شعر فارسی گفت و آخر عمری هم فرار کرد رفت همونجا مرد و بقیهش که تقریبا سی و شونزده صفحه رو شامل میشه و جمع کتاب حدود چهارصد و اگر اشتباه نکنم بله پنجادو صفحه هست این یکی از شاگردانش به نام نظام الدین ساواجی نوشت و در صف... درست در اولین صفحهش این شاگردش شیخ هایی رو مشتهد می نامه خواستم این شهن نزولش رو گفته باشم و در... برای اینکه بدونید تو اینا چیه و این آخونده بعضی هاشونو رو سانسور کردند به خصوص در دوره شاه محمد رضا شاه الان اصر حقوق بشره ولی پشتش اینا خوابیده از جمله در همین کتاب در صفحه 150 و سه واجب القتل ها کیا هستن بود پرستان ستاره پرستان خورشید پرستان ملحدان دهریان در 417 میگه دزدیدن مال کافر حربی ثوابه و دزدیدن آلت موسیقی ببینید آخوند قشنگ خودش نشون میده ببینید این به امام مربوط میشه به قصد شکستن اون مجازه چهارصد و جزای لوات را سوزاندن یا کشتن با شمشیر و سنگسار میداند چهارصد و بیست و یک اینها یک چشمه کوچکی از این خرافات جنایت آلود فکر نکنید که اسلام اینه یا شیعه اینه سنیش هم اینجوره یک کتابی بود اهل تسنن اگرم هم بعدشون اومد آب بخورن لطفا خونه زنده یاد آقای شعار بود گفت که فکر نکنید سنی اون بیجوری بود گفت کسی با خودش لوات کنه دوتا حد بزنیم یا یه دونه کتاب سنی بود زرتشتی هم در وندیدادش رو خوندم مسیحیت خون... اشاره کردم یهودیت که تورات رو خوندم که اگر دختر ها به فحشا کشیده بشه چون آبروی پدرش رو برده خودش آدم نیست بسوزوندش اینا رو از خود تورات نقل کردم فقرات تورات <تصفح> و ولی برجسته کردن من در اینجا به خاطر گرفتاریمون به آخوندهای شیعه به اصطلاح ولایت فقیهی خمینی که الان دارن در مشهد دست و پا میبرن نمیدونم در تربچه جام شلاق میزنن البته هفته گذشته من چون به وقت مقیدم نخوندم اشاره نکردم ولی خب اون کشتی که یه نفر البته به تنز نوشته بود قبل از اون کشتی که من این داره به ریاست جمهوری علی بابا رای را خواهم داد چون تعداد دزداش بیش از چهل نفر نیست تنز لطیفی ببینید همه جا به نظر من این کشتی و اینا هم که مطرح میشه که حالا احتمال 90 درصد هم چینی با موشک زدن چون شب بوده تاریک اون میتونست بمب اتمی داشته باشه یا چیز داشته خطرناکه وقتی خبر میدن جواب نمیده میزننش احتمال قوی اینه حالا یه ضد اطلاعات به اسرائیل هم منصوب کرد در اونجا افکار عمومی باید روی یک نقطه اصلی که سرنگونی این بختک جمهوری اسلامی ثابت بمونه و حوادث ناشی از مثل حوادثی که پیش میاد افکار رو منحرف نکنه باعث اینها که بهشون دستور دادن این کارا رو بکنید جمهوری اسلامیه باعث قتل اینا هر کی بود میزد شکنجه و کشتن جوانان گاچاق نفت به کره شمالی به کشته دادن سی ملوان ایرانی و دوتن بنگالی و اینا همه و سرمایه فرار سرمایه های انسانی و مادی همه به اصطلاح از این آفته و بنابراین به نظر من نبایستی به اصطلاح خط و عوضی گرفت و دچار گمراهی شد و این ضد اطلاعات رو به اصطلاح خونسا نکرد و افشاگری نکرد که کی به و یکی از این بیشرم ها هم یک چیزی نوشته بود که واقعا فقط از ذهن آخوند و بیمار شدگان به وسیله ویروس آخوندی یک نفر بود اسم بر وزن هپاتیت نجفید و گومید میگفت یعنی مثل هپاتیت هیچ کس به فکر خانواده های کشته شده ها نیست اون سی نفر ملوانو میگه از فردا چه جوری با با کدام درآمد میخوان زندگی کنند اگه بتونیم بیوه هاشون رو سیغه کنیم از این را میشه تامین مالیشون کرد من حاضرم تو این موضوع مشارکت کنم اگر اطلاعات تماس بیوه ها رو دارید پیام بدید و اینم خواستم که احتمالا نگران نباش آخونده خودشون اصلا این کارم دیگه کار دیگه ای ندارم و برسم به سخنرانی این چهارمین جلسه سخنرانی من در مورد شش جریان فکری در دنیای اسلامه اولا دنیای اسلام وقتی میگم گفتم اسلام نیست در زمان ولید ابن عبدالملک یعنی هشتاد بعد از مرگ پیغمبر نوت هجری اسلام به دومین امپراتوری بزرگ طول تاریخ بشری بعد از امپراتوری مغول در عصر سنت بدل شد تبدیل شد و در این دیگ بزرگ اینا جوشیدن انسان های فرهیخته ای که خود ولیدم یکی از اونهاست و بخصوص در دوره بنی که این امپراتوری به ثبات خودش رسید و شروع به فرهنگ زایی کرد و اون فرهنگ ها صرفا اسلامی نبودن دنیای اسلام اینو منظورمه در این دنیای اسلام سه تا مکتب زاییده شد که در اون ادیان دیگه هم وجود دارن فقه کلام متکلمین هم و صوف، تصوف صوفیان هستن در یهودی و زرتشتی و مسیحیت هم وجود داره یه جریان چهارمی بود که این جریان چهارم ضد دینیه به خصوص در طرز زندگی و اخلاقی خوشباشی دعوت میکنه خراباتیگری. گری نماینده فلسفیش خیام با لاعدریت و نماینده شعریش حافظ بهترین و اینو من در خارج از ایران گیر نیاوردم از ایران هم این شعراش به هند و اینا از شعر اشعار فارسی منتقل شده اشعار خیام و یا تحت تاثیر اشعار خیام به عربی ترجمه شده فلان اونجا ممکنه ممکن شعری آی گفته باشه البته خمریه های عرب قبلا معروف بود معروف بود اما جریان به صورتی جریان منسجم من به نظرم نرسید دو جریان مخصوص دنیای اسلامه در اون دین ها دیده نمیشه در این سه دین یکی جریان فلسفیه و یکی جریان علمی که در چین و هند به نظر میرسه به خصوص در هند جریان پنجم که جریان فلسفی در دنیای اسلام باشه هر سه شاخه رو داره یعنی ایدالیست ماتریالیست و شکک در یونان هم میبینیم در هند هم میبینیم جریان علمی از جمله در دنیای اسلام یک امر جهانی است علم درسته که کشف جبر و مثلثات و شیمی و شیمی قبل از همهشون شیمی و مثلثات و جبر و زمین سنجی با بیرونی جومتری و عدد پی و تحلیل علمی تاریخ به وسیله ابن خلدون کتاب فرانسه بسیار خوبی پروفسور من به من لطف کرد بله راجب نظریه ابن خلدون یک فرانسوی نوشته حالا وقتش برسه میگم جریان علمی مثل همه جا خصوصیت فرهنگ عربی یا اسلامی نداره همچنان که رنگ طبقاتی علم برجوازی و علم پرولتری مزخرفی بود که استالین حرف بیمانی ساخته بود و به همان سان جریان علمی رنگ ملیت هم به خودش نمیگیره جبر و فیزیک نیوتونی مثلا انگلیسی بگیم یا شیمی لوازیه یا فرانسوی بگیم معنی نداره درست به همین قیاس جبر موسای خارزمی و خیامی یا اسلامی بیمانیه زمین که افتخار بر کاشفان بر شهر بر کشور و خود جهان اسلام میرسه اما در نهایت هر کشف علمی یک کشف جهانی و بشری است دانشمندان نخست به بشریت متعلقند ضمن تعلق به زمان و مکان و قوم و خانواده و شهر و کشورش باعث افتخارم هست در بحث هویت‌های ده یا دوازده گانه من این مسئله رو که یه انسان ایرانی حداقل ده هویت داره اونایی که هویت تصوفی دارن و اونایی که هویت حزبی دارن اونا دوتا هویت اضافیه بقیه ده تا رو دارن که زبان مادری دین خانوادگی ارسی جنسیت و فلان و فلان و طبقاتی و ملی به غیره اونجا دیگه واردش نمیشم در نقد پیمان نامه اصر نو در دو شماره در تلویزیون میهن اون رو بازخوانی کردم عزیزان به اونجا رجوع کنه جریان فلسفی در دنیای اسلام یه خلاصه میگم یاداوری لازمه جریان فلسفی در دنیای اسلام شامل فلاسفه ایدالیست فلاسفه ایدالیست عرب که بزرگترینشان اساق کندی و ابن رشد که به خرافات آخوندی چون این دو فیلسوف عرب مجال نمیدادند مطرود عرب شدن و مسلمی عملا و فلاسفه ایدالیست غیر عرب فارابی قزاقستانی حلبی و بو علی بخارایی همدانی من جایی که متولد شده جز هویت انسانه جایی هم که زندگی کرده و مرده اونم جز هویتش میشه فارابی به صرف اینکه از ایران گذشته ایرانی نمیتونیم بگی. الان هم پول قازاقستان در همون ویکیپدیای های فارسیش هم به نظر میرسه برحال مال اوترار یا فاراب بود دوم فلاسفه ماتریالیست که بزرگترینشان زکریای رازی ماست که اصحاب حیولا بود گهری ها که سوره هم در قرآن هست و افلاکیان و غیره هم وجود داشت و سومین دسته فلاسفه، فلاسفه شکاک و لاعدری که بزرگترینشون باز عبالالا معری حلبی و عمر خیام نیشابوری ایران در جلسه اول برای هرکس با حقیقت می جنگه تبهکار میشه بله. بی خودی افتخارات جعلی درست نکنید تا تبهکار نشید من که نمی کنم. در خوشایند و بد کسی هم اصلا مهم نیست در جلسه اول به صورت فشرده هر شش جریان رو بیان کرد این جلسه جلسه چهارم بنا به درخواست عزیزان در جلسه دوم به زمینه و علت ظهور این جریان به خصوص دو جریان فلسفی و علمی در دنیای اسلام پرداختن که چرا در اون یکی ها ظهور نکرد در هندویزم که خودش از مرحله وداییزم به برهماییزم رسید در مرحله برهماییزمش در واقع در مقابله با مهاویرا و دین بودا تدوین شد و تکمیل یافت تا به هندویزم رسید ما شاهد هر سه جریان فلسفی که در یونان هم وجود داشتن بودیم و هستیم ایدالیستا ماتریالیستا و شکاکان در اما سوره اول ریگودا شکاکان رو بهشون که خدایان رو مسخره میکنن اشاره میشه از سومر هم وجود داشت همیشه انسان های شکاک وجود داشتن انسان را شکش آفریده است و هم شاهد در هند جریان علمی بودیم کشف عدد 9 و سینوس و کوسینوس. که برای کشف جبر عامل این از هند اومد اون یکی هم هندسه هم از یونان اومد دوتا به هم خوردن جبر رو ساختن پلی ساخته شد از حساب به هندسه میرن و از هندسه به حساب میان اونه که نه در اونجا کشف شد نه در اینجا نه در یونان کشف نتونست بکنه چون ه... حسابشو نداشت یونان نمیتونست کسرش ها رو حساب بکنه بله و عدد پی رو با تربیع دایره ارشیمیدوس حد صد بین سعد از و ده تا صد از قرار داره نمیتونه سعد از تعیین کنه تا چه رسه که شونزده رقمشو مثل جمشید قیاسید دین کاشانی و اولوغ بگ درست حساب بکنه اما در دین زرتشتی و یهودی و مسیحی در دوران حاکمیتشان هر سه دین زرتشتی که به نظر من نداشته ولی خب جریان ساسانیان رو بعضی ها عنوان میکنه هیچ جریان علمی و فلسفی این دین به وجود نیاورده ابن میمون یهودی در اسپانیا که قسم نام هم داره یهودی ها تحت با یهودی اون در یه اون جامعه انکشاف یافته اسلامی اسپانیا متولد شد ظهور کرد نمیتونست در زمان داوود و سلیمان ظهور کنه و اون مدتی که به اصطلاح نزدیک اگر هزار قبل از میلاد هزار قبل از میلاد بگیریم از داوود یا بنیامین تا 585 قبل از میلاد یک دونه دانشمند بیرون ندادن یک دونه فیلسوف بیرون ندادن در یهودیا عین همین بهمنیار که نص... بیدین بی فیلسوف شکاک شاگرد زبده ابن سیناست نسب زرتشتی داره در دور ساسانی اونها یک نفر بیرون نتونستن بده زیرا شرایط تحصیل من بخش دوم که چیز کردم اون بود داشتن کاغذ بود مرکب چینی کاغذ و مرکب چینی و خط قابل آموزش که ابن مقله این خط نسخی که الان من و شما می نویسیم درست کرد این نبود ابن سینا نمیتونست 17 سالگی بچه روستایی فقط کاست جلو اونو می گرفت که از کاست پایین بیاد اونجا طبیب بشه یا نوه خیمدوز عمر خیام بشه ولی چرا از برحمنان یک نفر وجود نداره زنده یاد احسان تبری حرفت مفته یعنی یک فاکتور رو فاکتور اصلی تبدیل کردن اونم فاکتور طبقاتی و اقتصادی در حالی که این نیست و مهمتر از همه حاکمان خلفای دانش دوستی از منصور تا معتصم به خصوص معمون بعد از رونسانس هم با کنار زدن قدرت کلیسای مسیحی فلاسفه اگزیستانسیالیست مسیحی متولد شدن مثل کیرکگارد که گور هم نوشتن در چیز دانمارکیه که ایمان و عقل رو میخواست همسو کنه و کارل یاسپرس آلمانی که خدا رو به عنوان یک وجودی که به سبب نقصان به اصطلاح در راکه ما نمیتونیم اونو دلایل وجودش رو بگیم آن در هزار و صد سال حاکمیت همین اگزیستانسیالیست های مسیحی رو میگن جانپول دو قسمت میکنه بیدین که خودشه و مسیحی بله آن فیلسوفان به اصطلاح در اون هزار و صد سال حاکمیت کلیسای کاتولیک و نیز حاکمیت ارتودکس نمیتوانستن ظهور کنن و نکردن دانشمند و عالم هم همینطور گالیله اونجوری جردان و برانو رو هم سوزوندن تکلیف روشنه بنابراین نقد ادیان در شیش جریان فکری که بحث تشریحی میکردم جلسه گذشته بخش فقهی شو گفتم فقه ها رو گفتم و الان رسیدم به بخش دوم که معتزله و متکلمینم من مخصوصا چون کلام به حسن اشعری و غزالی مربوطه معتزله رو که عقلگرا بودن از اینها جدا کردم هرچند اغلب اینها رو معتزله رو جزو متکلمین حساب میکنن رقابتی که در قرن اول و دوم هجری از یک سو میان سنی و شیعه شیعه علی ابن ابی طالب و شیعه معاویه این در مقابل ابو بکر و عمر و عثمان اول شیعه مطرح نشد بعد اونها به خلفای راشدین و بعد که اینها در تعصب پیش رفتن بقیه بنی امیه وقتی بخصوصا در افتاد دیگه اون چهار خلیفه رو علم کردن علی هم توش و این دو جریان یعنی سنی و شیعه با جریان خوارج که به ضد علی برخواستن تزهای بسیار مساوات طلبانه در اسلام داشتن اینا میگفتن اگه بین شیعه قریشی و عجم تقواشون برابر باشه قرار یکی خلیفه بشه عجم بشه یعنی غیر عرب چرا برای اینکه درد کشیده است و اگر یک برده آزاد شده باشه اون دوم و... سومی به هر دو تقدم داره و خوارج با مرجعیان ارجاع گناه کبیره به قضاوت خدا میگه آخون حق قضاوت نداره گناه کبیره رو خدا میدونه و بعد همین سنی و شیعه و خوارج و مرجعیان با به دو شاخه جبری و قدریان که توضیح راجع به این قدری جبری ها اون که خدا همه چیز رو تعیین کرده خیام هم در نقد اشعارش گفتم که میگه می خوردن من حقز ازل می دانست من این نخورم علم خدا جهل بود بس دیگه برای چی منو به جهنم میبری اینجوری خلقم کردی هر حال خیام چیز میکن از سوی دیگر میان اسلام و دیگر ادیان در گرفت و چون مسلمین هم اوایل به منطق و اینا مسلط نبودن به خصوص جلو مسیحیان و مانویان در میموندن و دو مکتب رقیب در دنیای اسلام به وجود اومد که یکیش معتزله هست یکی متکلمین واصل ابن عطا و امر ابن عبید هر دو شاگردان حسن بصری است حسن بصری پسر یک مسیحی است بنیانگذار تصوف دنیا اسلام 22 هجری تا 110 هجری که صوفی معروف اینها از اون اعتزال گوشه نشینی گزیدن و معتزل معروف شد این مکتب نماینده الهیات مبتنی بر استنتاجات عقلی است گفتم رنسانس اسلام اول اتفاق افتاد بعد عصر تاریکیش رسید و خلاف مسیحیت که کنار زده شد و عصر روشنایی علمی و غیر مسیحی به وجود اومد لایک و میکوشید به عقل و فلسفه تکیه کند به عبارت دقیقتر آنها را در استخدام خود درآورد معتزله اصل جزء علایت از ازا یعنی اتم را قبول داشتند که به نظر من این از جینیزم هند گرفته شده نه از یونان الکترون و فلان نداره به اون چهار عنصره هر کدومشون به یک جزء کوچک میرسه و معتقد بودند که زمان و مکان نتیجه ترکیب ذرات است این عقل جهت این عقل گرایی دار و نسبت به عقل مقید ها بسیار آزادتر مانع آن بود که به اشراق و الهام توجه کنند یعنی تصوف و در نتیجه دست یافتن بلاواسطه به خداوند را از طریق اشراق ها و الهام ها و سیر و سلوک رد میکردن همچنان که مطابعت کورکورانه از احادیث رو که کار فقه هاست قبول نداشتن لذا با همبلیان و نیز با اخباریون بسیار مخالف بود همبلیان با اینها که بعد اون حسن اشعری ظهور میکنه و غیره معتزله که زمان معمون و معتصم دین مذهب رسمی میشه قرآن را به عنوان منبع درست حقیقت دینی قبول داشتند ولی تعبیر آزادانه آیات قرآن را جایز می شماردن. و معنی باطنی برای آن جستجو می کردن. در کنار تعبیرات آزادانه و باطنی قرآن به اصل آزادی اراده هم معتقد بودند و اصل مسئولیت فردی مسلمانان عاقل را ناشی از آن می دانستند ولی جهنم بی معنی بهشتم بی, بی معنی؟ معتزله در متکلمین شیعه اصولی ها و نه موثر واقع شدند در مورد اسلام عقاید آنها در اصول پنجگانه زیر خلاصه می شود الف توحید که در زیل آن دو اصل رد تصور خدا به صورت انسان در قرآن یه آیه هست تعبیر میشه و قبول مخلوق بودن قرآن را می افسودن. که قرآن از اول نبوده خدا وح کرده خلق کرده بعد مثل موجودات عقیده اول یعنی رد تصور خدا به صورت انسان در تصنم مورد قبول واقع شد و شیعه هر دو رو قبول کرد اینا قبل از امام صادق و ابو هنیفه که قبل از امام صادقه و بقیه بعد از امام صادق یعنی مالک و شافعی و همبلی بودن عدل شیعه قبول کرد آنها از اصل عدل آزادی اراده را نتیجه می گرفتند و تقدیر و جبر را رد می کردند در واقع ادامه نظریه قدریه است که پایگزاران اون نظریه قدریه قدری عبارت بودند از معبد ابن خالد که اهل بسره است گویا از آخرین صحابه پیغمبر بوده در کودکی معاصر بوده و که از او هم شخصیت دوم که در واقع بنیانگذار اصلی این قدریه است غیلان ابن مسلم قبطی دمشقی در زمان عمر ابن عبدالعزیز بود که با اینکه خیلی مسلمون بود آدم بیرحمی نبود ولی زمان حشام مبن عبدالملک او را به فتوای آخوندها کشتن غیلان ابن مسلم رو علم خدا بعد از امور پدید می آید قدریه اینو میگه و سرنوشتی وجود ندارد والله لا یعلم الاشیاء الا بعد حدوثها خداوند نمیتونه از اشیاء خبردار بشه بعد از اون که اونا به وجود اومدن این خب کفر برای آخوند سوم معاد و پاداش را باور داشت چهارم به اصل المنزلت و بین المنزله این باور داشتن یعنی اگر بحث یا دعوایی بین مسلمون ها درگیر شه که معلوم نباشه حق با کیه مثل مبارزه خلیفه چهارم علی ابن ابی طالب با عایشه زن پیغمبر و یا با امویان مؤمنان معتزلی کاملا بیطرفی پیش می گرفت و زبان حالشان شعر شاهزاده تیموری بود ما به محبان علی و عمر هیچ نگوییم ز خیر روز چون سرشون نمیشه هشت محبان علی با علی هشت محبان عمر با عمر یعنی ما رو ول کنید آخر اصل امر به معروف و نهی از منکر را قبول می کردم. که به نظر من گفتم سرآغاز و منشأ تئوری تفتیش عقاید در دنیای اسلام مذهب معتزله در دوره معمون که نیاز به یک مذهب دولتی احساس میشوه به مذهب رسمی مبدل شد. معمون بین 206 به اصطلاح چیز میشه دیگه تا 227 نه 218 ببخشید 206 تا 218 17 18 چیز میشه خلیفه بود زیرا در برابر شیعیان خوارج و نیز در مقایسه با چهار فرقه تسنن معتزله منظمترین و مدونترین مکتب الهیات غیر را داشتند که با روح فلسفی زمان سازگار بود با این همه اگر تصور کنیم که معتزله شاخه ای از آزاداندیشی یا نماینده گان جهانبینی فلسفی یا علمی به اصلاح ناب بودن به خطا رفته ایم. آنها عقل را در مقابل ایمان و علم را در برابر دین علم نمی کردن. امروز به خصوص مطرح اون دوره حق داشتن تا حدودی. حد اکثر آنها را بنیانگذاران ناموفق یک نوع پروتستانتیزم اسلامی در صدر اسلام می توان تلقی کرد مذهب معتزله در زمان معتصم که 218 تا 228 ده, ده سال معمون 20 سال سلطنت کرد جانشین معمون به عنوان مذهب رسمی دولتی باقی ماند تبدیل مکتب معتزله در زمان دو خلیفه عباسی به مذهب رسمی معتزله نظیر هر عامل فرهنگی رسمی و دولتی و انحصاری دیگر مانند دین رسمی، زبان رسمی، ایدئولوژی رسمی، لباس رسمی <تص> <تص> یا غیر لباس رسمی، قوم و قیافه رسمی و غیره نتایج شومی به بار آورد نقد علمی اینه که خوب و بعدش رو بگی نه اینکه یک جانبه از جمله به خصوص در زمان معتصم تفتیش عقاید و آزار حتی مخالفان و تبعید دگراندیشان که اغلب مرتجع بودن در دوره اسلامی به صورت سیستماتیک و در سطح وسیع آغاز شد و این افراد اکسل عمل خود را در زمان متوکل که مشروب خور قهاری هم بود جانشین معتصم باز یافت که در آن این بار خود معتزله نیز بر لیست سابق ادیان و مذاهب غیر رسمی نظیر شیعیان خوارج زندگان منظور مانویان و نیز خرم دینان و دهریان و یعنی بیدینان افسوده شدن و مذاهب چهارگانه تسنن مالکی، هنفی، شافعی، همبلی به مقام مذاهب رسمی اعتقای یافتند و نهادی گردیدن دامنه آزار دگرندیشان حتی اهل کتاب یعنی یهودیان و مسیحیان و نیز زرتشتیان را در بر گرفت زرتشتیان گفتم در زمان معمون درست شد دین به وسیله آزر فرنبخ از جمع ادیان ایرانی چون اگه نمی بدون داشتن کتاب و منصوب شدن به یه پیغمبر مورد کشتار مسلمین قرار می گرفت اهل کتاب منصوب تلقی نمی شدن که به هر حال อาذر فرخزادان فرخ این خدمت بزرگ را انجام داد <applause> بله بدین ترتیب با پدید آمدن اسلام دولتی چنانکه اشاره کردم به طور روزافزون اسلام روح مدارا و سعه صد و تا تسامح در برابر ادیان دیگر را از دست داد و معتزله به دلیل عقلگرایی به قشر عالی تحصیل کرده مسلمین متعلق بودند و لذا تا حدی از آزار سنیان فرقه های چارگانه حاکم در امام ماندند و به تدریج به محافل محدود روشنفکری مبدل شدند و تا قرن هشتم اجری به نوشته الله مستوفی در نزحت القلوب که جغرافی های ایرانه در همدان وجود داشتند از حمله سنیان به خوارج و شیعیان و مرتدان و زندگان و خرم دینان و دیگر دگراندیشان و آزاداندیشان متاسفانه به شدت ادامه یافت و این بنیاد ظلمی بود که به کوشش معتزله استوار شد و هر کسی آمد به خصوص متکلمین که قشتی و خرافاتی هم بودن <تصفح> چیزی برام مزید کرد تا به قول جمله منصوب به نوشیروان به دین قایت رسید پیشرفت سریع اسلام که پول شمشیر را با استدلال معتزلی و بعد ترجمه کتاب های منطقی در دست داشت عاملهایی بودند که اتحاد همه ادیان باقی از ایران ساسانی را که هیچ کدوم زرتشتی نبودن ولی آداب و رسوم به عنوان دین زرتشتی امروز به وجود اومد بعد از اسلام در بعد از اسلام به نام دیزی زرتشتی و با لفظ قرآنی مجوس به یک امر حیاتی برای آزرفرنبخت و دیگر شعوبیه که ناسیونالیست های وطن پرستی بودن و عاقل تبدیل شد و اونها اسم زرتشتی رو همه اینا گذاشتن پیغمبرشون تا همانند یهود و مسیحیان اهل جزیه به حساب جز زندیقان یعنی پیروان مانی متاسفانه بله. که مورد قتل عام قرار گرفتن و در این قتل عام زرتشتیان مج... م... مؤثر بودن چون رقیبشون بود اینها را چغلی میکردن به خلفا از جمله کتاب گجستک عبالیش رو نگاه کنید که بعد از زمان معمون نوشته شده به نام در پیش معمون و قاضی القزاد آذر فرنبخ فرخ زادن با یه مانوی به سلا مباحثه میکنه و اونو محکوم میکنه و اسمش یزدانبخ و معمون و اون چیزم یعنی خودش نوشته دیگه همیشه دلایل ولی من از کتاب بگم الفهرست ابن ندیم استنباط هم اینه که قضیه عکس بوده اون بوده که اینا رو محکوم میکرده زمان معمون که آثار فلسفی و علمی یونان و آثار هندی هم قبلا زمان منصور به بعد ترجمه شده بودن و برخورد آراء دینی فلسفی و علمی یه مختلف هندو زرتشتی مانوی زروانی گرفته تا مسیحیت و یهودیت و حرانیان یعنی سابعین جعلی ستاره پرست که ال سوریه بودن و امروز در ترکیه است اون, موقع اون, بخشش رونق گرفته بود روح کلامی و فلسفی بیش از روح مذهبی بر محیط اجتماعی اندیشه حاکم شد کتاب دین کرد یعنی عمل دینی آزر فرنبخ که یه بخشش هم نوش نوشته در بغداد تعلیف شده به, ز... به پهلوی و رهبران زرتشتیان به روایتی داد هرموز، دین هرموز، عبداللیس ملعون گجستک و ترجیحا یزدانبخت از دین زرتشتی برگشته بود و مانوی شده بود یعنی زندیق شده بود زندیق یعنی با قاف که به قاف عربی با گ فارسی که به قاف عربی تبدیل شده یعنی اهل تفسیر اهل زند با مباحثه میکردن بله در حالی که من اینو از کتاب هست مانی به روایت ابن ندیم آقای از متن عربی دکتر محسن ابوالقاسمی ترجمه کرده دستش درد نکنه صفحه سی و هشتش معمون که میگه که خب این یزدانبخت اونجا یزدانبخت مینویسه ابن اسیر و چیز میشه در واقع مجاب میشه بین پیش چیز علمای اسلام متکلمان معمون او را گفت ای یزدان بخت اسلام بیاور اگر تو امان عطا نکرده بودی ما میان ما و تو اتفاقی میافتاد پس او یزدان بخت گفت ای امیرالمؤمنین، اندرز تو مسموع و سخن تو مقبول است ولی تو از کسانی هستی که مردم را به ترک عقایدشان وادار نمی کنند پس معمون گفت آری و معمون او را در ناحیه مخرم منزل داد و بر او نگهبانانی از ترس مردم داخل پرانتز مردم اضافه از ترس غوغای مر، مردم غوغا گماشت و وی مردی فسیح و زبان آور بود در حال این هم معلوم میشه که خیلی فسیح بوده و به روایتی هم این محکوم میکرده آدم استنباط میکنه معمون میخواسته یک آدم زبان آور رو بیاره جزء مسلمین بکنه زردشتیان با نام تحقیرآمیز گجستک ابالیش اسم کتاب که صادق هدایت اولین بار ترجمه میکنه گجستک یعنی ملعون ابالیش احتمالا منحوت ابلیس جمعش ابلیس ها بله اینها با آزادی صحبت میکردن گویا اهل ری هم استخ بوده ولی مقیم ری بوده که امان داده بود دعوت کرده بود بنابراین این مباحث ادامه داشت و درست برعکس آنچه که زرتشتیان به نظر من می نویسن این فهرست ابن ندیم اون رو بر نمیتابه و به هر حال مرتجعین آخوند به یزدانبخ، امیر به گل اون یزدان بخ امیرالمومنین محمود رو امیرالکافرین لقب دادن آخوندهای سنی چون اینا رو تحمل میکرده آخوند رو بشناسید توشون هم کسانی که انسانیت رو در هر دینی بر مذهبشون ترجیح بدن ممکن انسان های خوبی باشند که هستن وجود چین چنین وضع تسامح از دوره ولید ابن عبدالملک به خصوص در دوره معمون و بعد هم اندکی در دوره خواجه نظام مرک زیاد نمیذاشت ولی ملک شاه که خیام به عنوان رئیس منعجیمین اون حرفها رو میتونست بزنه در زمان اولوغبک در سمرقند که به وسیله تکویر آخوند برانداخته شد به وسیله پسرش و بزرگترین شاه عالم به قول ویلدورانت در تاریخ تمدن اکبر شاه در هند در دنیای اسلام خیلی به نظر نرسید عصر مغول که تنها دوره تسامح مذهبیه همون جوینی می نویسه که باتوخان در تاریخ جهانگوشا تنها شیوه یزدان شناسی میدانست و به هیچ دین و مذهبی تعصب نداشت اما هرگز روح فلسفی در عصر مغل هم در واقع خیام به نظر من نماین آخرین نماینده بزرگشه دیگه شکفته نشد اون در دوره صفویه بودند متفلسفین فیلسوف ما چیزای نیمه فلسفی نیمه مذهبی نیمه عرفانی قاطی بود مثل ملا صدرا و فرض بکنید که میرداماد و غیره بگذاریم رجب علی تبریزی و اینا زیاد اون اهمیت رو ندارن اینا بدین ترتیب با پدید آمدن اسلام دولتی و رسمی به طور روزافزون اسلام روح مدارا و سعه صدر خود را تسامح را در برابر ادیان و عقاید دیگر از دست داد چون معتزله به دلیل عقل گرایی چنانکه که اشاره کردم اینا چیز بودن زیاد به مورد حمله قرار نگرفتن از مشاهیر معتزله میتوان قاضی ابوالحسن عبدالجبار معتزلی که اهل استراباد گرگانه سا بعد ابو ابن ابو الحدید که مشهور خیلی هم دوستار علی ابن ابی طالب بوده، شعر بهش گفته به عربی بله، شارح اولی نهج البلاغه هم هست. معاصر آخرین خلیفه عباسی بوده ولی قبل از حمله مغول مرده. و کسای دیگه هم هستن به هر حال که مسئله توحید رو که بحث فلسفی است آن را از قاعده استخراج میکردن بعضی از این معتزله که میگه اگر یکی از صفات خدا ثابت بشه اون صفات در زمینه های دیگه ساریه و سایر صفات و آنچه که به آن صفات مربوط و مرجوم میشه مشترک میشه در خدا وگرنه دو قدیم یعنی ازلی بایستی وجود داشته باشه که یک نوع بطلان توحیده اگه عمیق نگاه کنیم یعنی گفتم تمام ادیان بدون استثناء در منشأ شر دوچار چیزن تناقضن جز دو دین اصلی مانوی و زروانیسم که دو منشه قائلند و تا حدی زرتشتی تو اون انگره مینو و سپنتا مینوش. ولی که ریشه سانسکریت هم داره لطف کنید به فیروز آزرگوشسب رجوع کنید و... و... یعنی ترجمه فیر... موبت فیروز آزرگوشسب بقیه چیزو ندارم اونجا شکافته این مسئله بنابراین اسلام هم مثل یهودیت و مسیحیت این بعدی شر شیطان از کجا اومد و چرا به وجود اومد گفتی که تو را عذاب خواهم فرمود این تناقض همین من در عجبم که آن کجا خواهد بود جایی که تو باشی نبود هیچ عذاب خدا در جهنم هست یا نه این اینو مطرح میکنم جایی که تو نیستی کجا خواهد آخون با جواب بده بید. بنابراین اینها من وارد شرح این مسائل نمیشم چون یه ذره تخصصی و از مثلا سخنرانی خارج میشه رسیدم به بخش دوم این چیز یعنی متکلمین که در رأسش البته آغازگر ابوالحسن اشعریه ولی بزرگترینش تا به امروز امام محمد غزالی با تعلیفات خیلی زیاد و اون هفته بعد صحبت خواهم کرد به شب و روز عزیزان به خیر و با آرزوی حمایت از تلویزیون میهن و رهایی میهنمون از دست اختاپوس آخوندی که متاسفانه این منمگویی و عدم درک یعنی عدم قبول کسرتگرایی که آقا دیگری حق داره یه جور دیگه ولی در یه چیز کوچک که مشترکیم اونم و این آخونده بیاید همکاری کنیم اینو بندازیم در یک مدیریت جمعی ممنون